اهل تا برابران با خاطران عزیز نهاتم سفیدام معظم مسئولین محترمی حزبت اسلامی افغانستان اعضای شورای مرکزی حزبت اسلامی افغانستان روبرها و اعضای شوراهای ولایتی حزبت اسلامی اعضای شورای علمای حزبت اسلامی افغانستان اعضای شورای جوانان حزب وحدت و اعضای کمیته امور زنان حزب وحدت اسلامی افغانستان و همه عزیزان و بزرگوارانی که بنا به درخواست دفتر مرکزی حزب و بنا به خواهش اجازه از نقاط دوردست افغانستان از بامیان از یکاوبنگ از پنجاب و ورف و از دای کندی و لعب و از غزنی و از جاوری و از مانستان و از بیسود و از مزار شریف تشبیت آوردن تشکر می کنند. من بسیار کوتا چند نکته را خدمت شما برادران و خواهران یادآور می شم و بعدا از حضور شما مرخص می شوم تا در پروگرام دیگری که شروع دارم برسم. برادر و خواهر، من به خود میدانم طی 13 سال حسب جدیدی که در افغانستان پیش آمد، من خدمتگزار ملت افغانستان و خدمتگزار جمع شما عزیزان و بزرگواران بودم و اکنون به خود میبالم پس از 13 سال خدمتگزاری برای ملت سربلند افغانستان اکنون مسئولیتهای خدمتگزاری را رئیس جمهور منتخب دیگر و تیم منتخب دیگر و به کابینه منتخب دیگر واگذار و هم شاهد که انتخابات و شکلگیری نظام سیاسی و انتخاب زعیم ملی در کشور از طریق انتخابات با عنوان اصلیترین پروسه مردم سالاری شکل گرفته انتخابات نقدسی افغانستان متاسفانه بنابر مشکلاتی که وجود داشتند و کدام نتیجه خاصی نینجامید، یعنی هیچ یک از کاندیدان نتوانستند که آرای لازم را به دست آوردند و از طرف کمیسیونهای انتخاباتی برندگی این میدان برندگی این پروسه اعلام کردند. بنابراین انتخابات بر ضد فرامین قانونی و بر ضد دستورات قانونی اساسی افغانستان و قوانین انتخاباتی باید به دور دوم برود. در دور دوم انتخابات دو کاندید پیشتازگی بلندترین رقم آرای ملت افغانستان را از آن خود کردند باید بر سر صاحب قدرت با هم رقابت کنند. یکی از این کاندیدان برادری عزیز و مجاهد ما جناب دکتر سید عبدالله و کاندید دیگر دانشمند تازه کاندید مورد حمایت جمع شما و کاندید مورد حمایت حزب وحدت اسلامی افغانستان جناب دکتر سید اشرفی احمدزی میباشد. در دور دوم انتخابات من میخواهم به صراحت